بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وبهذا الإسناد عن أبي قتادة، إن چند تا حديثي كه روزهای قبل خوندیم و این که امروز میخونیم سندهای صحیحی و بسیار معتبری داره. ابی قتاده هم ثقه است. قال ابو عبدالله علیه السلام لداود ابن سرحان، یا داود، ان خصال المکارم بعضها مقید ببعض. این خصلت ها بعضی ها بسته به بعضی دیگر است، یعنی با هم ارتباط دارد، یا ارتباط علی و معلولی که یکی علت اون دیگری است، یا به نحوی ارتباط عملیاتی و رفتاری با هم دیگه دارن. یقسمها الله حیث یشاء. این مکارم اخلاق را هم مثل بقیه چیزها از خدا بدونید، این را هم خدا میده. بله، کار خدای متعال بی حکمت نیست و رفتار ما، اختیار ما، اراده ما در ایجاب رحمت الهی تأثیر داره، لیکن بالاخره اونی که به ما داده میشود از همه مکارم، از همه خوبی ها، از همه نعم، از جمله مکارم اخلاق، از طرف خداست. خداوند تقسیم میکنه، به شما یه چیز میده، به دیگری یه چیز میده، به اون دیگری یه چیز میده. یقسمها الله حیث یشاء، تکون فی الرجل ولا تکون فی ابنه. گاهی یه صفت خوبی در پدر هست، در پسر نیست. اینی که حالا میگن جنه نمیدونم چی، اینا خیلی اعتباری نداره. گاهی اوقات پدر یه صفت خوبی داره، پسر نداره. عکسش هم هست، پسر یه صفت خوبی داره که پدر نداره. اینا ایجاب الهی و انعام الهی است. و تکون فی العبد ولا تکون فی سیده. اینجور هم نیستش که موقعیت اجتماعی و شأن اجتماعی هم تأثیر داشته باشه، نه. گاهی صفت خوبی رو یک بردهی داره که سید او ارباب او نداره. مستخدم شما گاهی اوقات یک خصوصیتی داره که شما اون خصوصیت رو نداره. یک صفت خوبی در فرد زیر دست ما هست که در ما اون صفت نیست، او بالاتر از ماست. خب، حالا این صفات مکارم اخلاق که اینقدر هم دربارش فرمودن چی است؟ چند صفت رو حضرت بیان می‌فرمایند. اینا واقعا همون جلوه‌های درخشان اسلامه. اسلام، اون لب اسلام ایناست. این خصوصیات که اینها انسان‌های برجسته می‌سازه و به برکت وجود انسان‌های برجسته در یک اجتماع، در یک جامعه بشری، نظام اجتماعی برجسته به وجود میاره. انسان‌های کریم، انسان‌های شجاع، انسان‌های باگذشت، انسان‌های صادق توی جامعه‌ای باشن، این جامعه، جامعه برجسته‌ای میشه. عکسش هم صادق. اینها رو واقعاً باید مثل در و گوهر گرانبها انسان رو چشمش بگذاره و به دنیا عرضه کنه.
خب حالا این صفات چیه؟ اولش صدق الحدیث، راستگویی. راستگویی. ببینید الان شما تو کشور ما، تو کشور خود ما، کشور اسلامی است و از بسیاری از جوامع دنیا هم انصافاً بهتر و پاکیزه‌تر و طاهرتر هست. اما در این حال شما ببینید خیلی از مشکلات داخل کشور ما ناشی از نبودن همین صفته. صدق الحدیث نیست، راستگویی نیست. راستگویی یعنی چه؟ یعنی شما حرفی رو که میزنید مطابق با واقع باشه. اگر دانستید مطابق با واقعه و گفتید این راسته، اگر نه نمیدونید مطابق واقع هست یا نیست اما میگید، این صدق نیست. صدق عبارت است از این که شما چیزی را که میدانید مطابق واقع اون را بیان میکنید. فضای مجازی رو ملاحظه کنید، چقدر حرف، شایعه، دروغ، خلاف، تهمت نسبت بدون واقعیت به این، به اون، به بالا، به پایین، به هم دیگه، یه فضای دروغ در کشور به وجود میاد بر اثر اینا. اینا اشکاله. اول پس صدق الحدیث، سعی کنیم هممون راست بر زبان جاری کنیم، این یک. دوم و صدق الناس، با مردم هم صادق باشیم، با مردم با تقلب و خدعه و فریب و درویی و این چیزا برخورد نکنیم، با مردم صادق باشیم. صدق الناس یعنی صدق عمل با مردم. در مواجهه با مردم انسان با صداقت وارد بشه، با مردم با کلک و دروغ و فریب و اینها با مردم برخورد نکنه. اگر ما همین یه چیز رو مراعات کنیم در همین مسائل گوناگون اجتماعیمون، سیاسیمون، انتخاباتمون، چه مون اگر همین یک مورد رو مراعات کنیم، ببینید چقدر دنیا آباد خواهد شد. و صدق الناس، این هم دوم. اعطاء السائل، یه وقت یه فقیری است که از شما سوال نکرده، خب او کمک کنید خوبه. اما اگر چنانچه از شما درخواست کرد، سوال کرد یعنی درخواست کرد، اگه این شد، این وقت مکرمت بزرگی است که او رو رد کردن خلاف مکرمت انسانی است. اعطاء السائل، از شما چیزی خواست بهش بدید اگر چنانچه میتوانید. ول مکافأت به صنائع، صنیعه یعنی کارهای نیک، کارهایی که خدمتهای نیک به دیگران رو میگن صنیعه. مکافئه به صنایع بکنی، یعنی کسی به شما نیکی کرد، شما هم در مقابل به او نیکی کنید. اینجور نباشه که نیکی دیگران رو با اهمال و احیانا با بدی پاسخ بدیم. کسی به ما نیکی کرده و باید به او در مقابل نیکی کنید. صفحه 301.